وزیر برنامه ریزی عراق از زاق نشینی به عنوان یکی از مشکلات خطرناک نیازمند راه حل مناسب نام برد و اذعان کرد که در این کشور چند میلیون زاق نشین وجود دارند وزارت برنامه ریزی عراق با صدور بیانیه اعلام کرد که جلسه کمیته حقوقی عالی برای رسیدگی به زاق نشین های این کشور به ریاست خالد بتال نجم وزیر برنامه ریزی و حضور وائل الاشهب مدیر برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد در بغداد مهدی الالاق مشاور صندوق جمعیت سازمان ملل متحد و شماری از مقامات عراقی برگزار شده است بنابر آنچه در این بیانیه آمده ان نجم در این جلسه تاکید کرده که هاشی نشینی و زاغ نشینی یکی از پرونده های مهم و خطرناک در عراق به شمار می آید و باید برای این مشکل راه حل های مناسبی در راستای بهبود وضعیت زندگی ساکنان آن ایجاد کرد وزیر برنامه ریزی عراق ازان کرد که در استانهای های مختلف این کشور بیش از چهار هزار زاغه با بیش از 500 هزار واحد مسکونی وجود دارد که 3 میلیون و هزار نفر در آنها زندگی می کنند به همچنین گفت که این وزارتخانه در پی ارائه قانونی مربوط به بررسی و تصفیه مشکل زاغ با همکاری برنامه اسکان بشر سازمان ملل یک طرح را برای پیمایش فراگیر زاغه های مختلف با هدف اطلاع از وضعیت آنها و تعیین راه حل و رسیدگی مناسب تدوین کرده است